کوارتر سوم دیدار بین پتروشیمی بندر امام و سامان مشهد از خانه بسکتبال مشهد مقدس شروع شد و به اتفاق همکاران محترمم هم در ادامه گزارش در اختیار شما بزرگواران خواهیم بود. بهنام یخچالی واگذار میکنه به میثم میرزایی، بازیکن پست 5 پتروشیمی. حالا در این لحظه حامد حسین‌زاده یه پرتاب راه دور از آرمان زنگنه، آفرین به این بازیکن، به زیبایی در اون سبد قرار میگیره. 3 امتیاز به امتیازات تیم پتروشیمی اضافه میشه. حالا تیم پتروشیمی در یک دفاع نفر به نفر در مناطق پست دفاعی خودشون بازیکنان سامان مشهد رو در دفاع قرار دادن. مالکیت تو با بازیکنان سامان مشهد. جهت استحضار بینندگان محترمی که از این لحظه این گزارش رو ملاحظه می‌فرمایند، عرض می‌کنم دیداری که تقدیم حضور شما عزیزان میشه از هفته اول مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور، از دور برگشت دیدار بین پتروشیمی بندر امام و سامان مشهد هست. بهنام یخچالی جایی که هیچ دفاعی از سامان مشهد حضور نداره، خبازان همین بازی کن، باید زودتر خبازان پاس بده. کسب باز هم 2 امتیاز. رافا خود این بازی کن. در این لحظات آنچه که به چشم میاد دریبل های اضافه در تیم سامان مشهد هست که شما بینندگان محترم و علاقمندان به بسکتبال هم ملاحظه می فرمایید. مالکیت توپ با بازیکنان سامه. نیما بخشی خود این بازیکن، یک پاس بسیار خوب توسط نیما بخشی به آنتونی رافا و این بازیکن توپش رو درون سبد قرار میده. حامد حسین‌زاده اعلام خطا از نیما بخشی. بعد و پرتابی که برای میثم میرزایی، همین بازیکنی که در خط پرتاب ملاحظه می‌فرمایید، اعلام میشه. اولین پرتاب این بازیکن در اون سبد قرار میگیره. حالا اجازه داره تا دومین پرتاب خودش رو انجام بده این بازیکن. ثمری رو نداره و مالکیت توپ، با توپی که حالا رافا تا زمین
پتروشمی پیش میاد. نیما بخشی یه پرتاب راه دور و توپی که میرزایی به خوبی ریبان میکنه، توپو در اختیار ادگار سوتا قرار میده. همین بازیکنی که در حال دریبل زدن هست، ملاحظه کنید. یه پاس عرضی حامد حسین زاده، میشم میرزایی، حالا با یک چرخش و توپی که نمیتونه درون سبد قرار بده این بازیکن در پستابی که انجام داد. ریباند و توپگیری از رافا، خود این بازیکن یه پاس عرضی، آفرین به این بازیکن، خود رافا یه پرتاب جام شات و توپی که از سبد برمیگرده و نساجپور صاحب این توپ هست. یک حرکت ناموفق از خالقی فرد و توپی که نساجپور کامل میکنه و درون سبد قرار میده. 43 سامن مشهد، 47 پتروشیمی. حامد حسین زاده ملاحظه بفرمایید، توپی که در حرکت آسه غالب فر نتونست و نساجپور کامل کرد توپ رو. حالا باز هم محمد خالقی فر، بازیکن پست 5 سامن مشهد، ملاحظه کنید در حرکت آسه. من تشکر میکنم از همکارانم در واحد سیار. سوسا بازیکن شماره 4، یه نفوذ داخل، توپی که میشم میرزایی ریبان میکنه و درون سبد قرار میده. 49 45 سامن و 49 پتروشیمی. بازم پرتاب سه امتیازی از خبازان. اختلاف امتیاز به عدد 1 میرسه. ادگار سوسا چاجو با آکیندله عوض میکنه. در پست گارد راست رافا یه پرتابی که از درون سبد خارج میشه و در ریباند و توپگیری توپ در اختیار بهنام یخچالی. یه پرتاب راه دور و توپ رسول مظفری که درون سبد قرار میگیره با شماره 5. در همین لحظه هم مرتکب خطا میشه این بازیکن. چهار دقیقه و 54 ثانیه به پایان کوارتر سوم و دیداری که به یقین دقایق و ثانیه های پایانی تیم پیروز رو معرفی خواهد کرد. یه پرتاب راه دور درون سبد قرار نمیگیره. حالا در یک بازی سرعتی و یک کار گروهی بهنام یخچالی و به زیبایی توپ درون سبد قرار میگیره. ملاحظه بفرمایید، یک پرتاب آزاد هم به بهنام یخچالی تعلق میگیره. همین بازیکنی که در تصویر ملاحظه می‌فرمایید و پرتاب این بازیکن هم یک امتیاز به امتیازات پتروشیمی اضافه می‌کنه. 55 پتروشیمی و 48 سامن مشهد. بهنام یخچالی
مرتکب خطا میشه. دومین خطای این بازیکن هست. مالکیت تو واگذار میکنه به رافا. یه پرتاب بی هدف از رافا که ثمری رو نداره و توپ در اختیار بازیکنان پتروشیمی قرار میگیره. آرمان زنگنه خود این بازیکن و بهنام. و به چه زیبایی آفرین به این بازیکن خوش استیل، با مهارتی زیبا توپش رو درون سبد قرار میده و در همین لحظه هم آقای مهدی صاحبیان درخواست تایم استراحت میکنه برای سامان مشهد. جهت استحضار بینندگان محترم عرض میکنم، همزمان با این دیداری که در حال انجام هست در خانه بسکتبال مشهد در اصفهان، تیم آینده سازان میهن این شهرستان میزبان شهرداری عراق هست و در آبادان هم پالایش نفت و دانشگاه آزاد اسلامی دیدار رو برگزار میکنن. شهرداری تبریز هم پذیرای نیروی زمینی تهران هست و یک دیدار بسیار هموزن و جذاب هم در سالن آزادی تهران در حال انجام هست بین شیمیدور تهران و شهرداری گرگان. سه دقیقه و 53 ثانیه به پایان کوارتر سوم، هر دو تیم داخل زمین میشن. رافا حالا توسط رسول مظفری، اصلا زمین سامن دفاع میشه این بازیکن. نساج واگذار میکنه نیما بخشی. رافا حتی یار مهاجم یا شارج رافا اعلام میشه. زیبایی درون زبد قرار میگیره در یک ضد حمله توسط عرفان نساج بود. ملاحظه بفرمایید یک پاس عرضی و بهنام یخچالی، رسول مظفری و آرمان زنگنه. امتیازات قابل ملاحظه ای رو این بازیکن تونسته برای تیم پتروشیمی به دست بیاره و باز هم رافا و کسب دو امتیاز رو این بازیکن مرتکب خطا میشن و یک پرتاب آزاد هم در اختیار این بازیکن قرار میگیره. تکرار این پرتاب به خاطر شتاب در ریبان توسط آکین دگله و تکرار دو دقیقه و 51 ثانیه حامد حسین‌زاده.
اعلام خطا. توسط رافا و مالکیت توپ و آغازگر بازی بهنام یخچالی واگذار میکنه به سعید داورپناه. خود سعید داورپناه یه پاس عرضی بهنام یخچالی و حامد حسین‌زاده. یک پاس بی هدف توسط خبازان که رافا نتونست از این پاس استفاده بکنه و توپ به خارج از زمین رفت. مجددا بازیکنان پتروشیمی باز هم داورپناه و اعلام خطا از سوی علی دورقی با شماره 15. سردار برای این دیدار صحبت میکنه با میزه منشی و سعید داورپناه. باید دو پرتاب آزاد انجام بده که این بازیکن رو هم در خط پرتاب یه لحظه ملاحظه کردید، اما گویا اختلاف رأی در و باز هم اختلاف رأی در داوری متاسفانه. همطور که ملاحظه می‌فرمایید دو بازیکن در خط پرتاب آزاد جابجا شدند. اول سعید داورپناه با شماره 18 در خط پرتاب آزاد قرار گرفت، بعد جای خودش رو به جلیل آکیندله داد و بعد مجدداً با رأی داور خود سعید داورپناه در خط پرتاب قرار گرفت. هر دو پرتاب این بازیکن درون سبد قرار گرفت. 61 پتروشیمی و 53 سامن مشهد. حالا در یک دفاع فشرده بازیکنان پتروشیمی فشار میارن و توپی که به زیبایی توسط محمد رضا خبازان درون سبد قرار گرفت. 56 سامن، 61 پتروشیمی. یه پاس بد و بی هدف از آکین، بازیکنی که هنوز نتونسته با بازیکنان پتروشیمی هماهنگ باشه. رافا واگذار میکنه به خود نساجپور. یه پرتاب بسیار زیبا از رافا. رافا چه کرد امروز؟ پنجاب و هشت، 61 پتروشیمی. به زیبایی علی جمشیدی ریبان میکنه. نساجپور، خبازان، خود عرفان واگذار میکنه به رافا. توپ رافا از سبد میاد بیرون. بهنام یخچالی، آرمان زنگنه، سعید داورپناه، خود این بازیکن و پاسی که حالا برای داورپناه مجددن و توپ این بازیکن که ثمری رو نداره و در ریباند و توپگیری بازیکنان سامن مشهد هستن. 20 ثانیه، 18 ثانیه، 17 ثانیه تا پایان کوارتر سوم. 61
پتروشیمی بندر امام و 58 سامن. یه پرتاب راه دور و توپی که ثمری رو نداره و در همین لحظه هم با نتیجه 61-58 با برتری پتروشیمی کوارتر سوم پایان میگیره و ادامه این گزارش رو در اختیار همکار محترمم آیه رضاپور خواهیم. آغاز کوارتر چهارم و پرتابی که توسط حامد حسین‌زاده از سبد برگشت، بهنام یخچالی مجددا توپ رو درون سبد قرار داد. در همین دقایق آغاز کوارتر چهارم دو امتیاز پتروشیمی موفق شد کسب بکنه توسط بهنام یخچالی. تباجان یه نفوذ داخل و توپی که حالا در اختیار نساشور قرار میگیره و دو امتیاز به امتیازات تیم سامن اضافه میشه. کماکان اختلاف همون سه امتیاز هست. ادگار سوتا سعید داورپنا یه پرتاب راه دور و باز هم بهنام یخچالی. آرمان زنگنه و توپی که به زیبایی درون سبد قرار میگیره توسط بازیکن شماره 20 آرمان زنگنه. علی جمشیدی برای رافا، خود رافا یه پاس بالا و دورقی. من نمیدونم چرا دورقی شوت نمیکنه زیر سبد. بازیکن بلندقامتی که پست بازیش زیر سبد هست و وظیفه این بازیکن شوت کردن داخل سبد هست.
در همین لحظه هم دورقی از زمین خارج میشه و جای خودش رو به خالقی فر میده. ادگار کسا خود این بازی کن یک نفوذ داخل و توپی که درون سبد قرار نمیگیره، اما دو پرتاب با خطایی که روی این بازیکن انجام میدن به این بازیکن تعلق میگیره. در خط پرتاب آزاد ادگار سوسا با شماره 4 قرار میگیره، باید پرتاب آزاد خودش رو انجام بده. اولین پرتاب رو داوران اجازه میدن انجام بده، درون سبد قرار میگیره و دومین پرتاب این بازیکن هم در همین لحظه انجام میشه. 66-60 با برتری پتروشیمی. دومین پرتاب این بازیکن در اون سبد قرار نمیگیره. مالکیت توپ با تیم سامن مشهد. در این لحظه کوکیناس هم داخل زمین میشه و تیم سامن مشهد ترجیح میده با دو پشت پنج بازی بکنه. باید ببینیم که تاکتیک مورد نظر آقای مهدی صاحبیان جواب این اختلاف امتیاز رو خواهد داد یا خیر. اولین توپ دریافتی کوکیناس داخل سبد قرار میگیره، دو امتیاز به امتیازات سامن اضافه میشه، یک نفوذ و چقدر زیبا. آفرین به بهنام یخچالی، جوان ملی پوش تیم پتروشیمی. نیما بخشی، کوکیناس، یه پرتاب راه دور و توپ به خارج از زمین میره. حالا مالکیت توپ با پتروشیمی. عرفان نساجپور سعی میکنه از خط نیمه پوشش بده سوسارو و اعلام خطا توسط نساجپور. نساجپور هم دارای سه خطای شخصی هست. اعلام خطا توسط کوکیناس، بازیکن شماره 19، دومین خطای شخصی این بازیکن هم در این لحظه ثبت میشه و کوارتر چهارم. حالا بازیکنانی از نساجپور سه خطا، تبازان سه خطا، شیرچنگی سه خطا، از بازیکنان سه خطای و بخشی هم دارای سه خطای شخصی از سامن هستند. مالکیت توپ با سامن مشهد و آغازگر بازی خبازان. نساجپور آفرین، پاس بسیار عالی و اعلام خطا از میشم میرزایی. این خطا به درستی اعلام شد و دو پرتاب آزاد برای خالقی فر اعلام میشه. حالا با اعتراض زمین مسابقه رو ترک میکنه. میشم میرزایی و جای خودش رو به موسا نبی پور میده با شماره 13. اولین پرتاب خالقی فر درون سبد قرار میگیره. در
آخرین لحظه میاد تا دومین پرتاب خودش هم انجام بده. دومین پرتاب این بازیکن هم درون سبد قرار میگیره. 64-68 و اعلام یک خطایی که میتونست در اون منطقه زمین توسط خالقی فر انجام نشه. کوارتر چهارم یا 10 دقیقه پایانی بسیار حساس است برای بازیکنانی که در پست‌های حساس بازی می‌کنند. موسی نبی پور کسب 2 امتیاز و اعلام خطا توسط نساجپور. حالا اگر اشتباه نکنم نساجپور، آره، چهارمین خطای این بازیکن هم اعلام میشه. نساجپور دارای 4 خطای شخصی و هنوز 6 دقیقه و 44 ثانیه به پایان کوارتر چهارم زمان هست. نیما بخش عرفان نساجپور. اعلام خطا از ادگار سوسا و این بازیکن حرفه‌ای خودش خطاشو میپذیره و من فکر میکنم اگر بازیکنان ایرانی بودن باز هم حسب یک عادت و عرف اعتراض میکردن به داور. برای لحظاتی هم همطور که ملاحظه می‌فرمایید ناظر نماینده فدراسیون و ناظر فنی سعی میکنن عو تماشاچی رو آروم بکنن. نساجپور کوکیناس توپی که حالا یه لحظه هر دو بازیکن روی این توب اثر میذارم و مجددا در اختیار بازیکنان سامن مشهد قرار میگیره. خباجان، نیما بخشی و کسب 3 امتیاز توسط نیما بخشی. 67 سامن مشهد و 71 پتروشیمی. ادگار سوسا و باز هم کسب امتیاز توسط ادگار سوسا. سر این بازی کن با یک دریبل بسیار زیبا و آرمان زنگنه واگذار میکنه به سعید داورپناه، بازیکن شماره 18، همین بازیکنی که در حال نفوذ به داخل زمین هست. ادگار سوسا اعلام خطا از نیما بخشی. توسط داور اول این دیدار اعلام میشه و حالا یک تایم تعویض هم در تیم و بازم حاشیه کادر فنی پتروشیمی با تماشاچیانی که در جایگاه
تماشاچیان حضور دارند. اولین پرتاب سوسا گل شد و دومین پرتاب این بازیکن ثمری نداشت. حالا موسا نبی دور هست که ریبان میکنه و باز هم توپ در اختیار این بازیکنها قرار میگیره. در یک پرش بلند باز هم سوسا هست که توپش رو درون سبد قرار میده. همونطور که گفتم این بازیکن باید با دفاع پوششی دفاع بشه، زیرا که یک دفاع رو راحت جا میذاره و نفوذ میکنه. رو مهارت‌های فردی و دریبلینگی که این بازیکن برخوردار هست. موسی نبی پور خبازان واگذار میکنه به رافا، خود رافا تا زیر سبد و توپی که در اختیار خبازان قرار میدن و توپ خبازان در اون سبد قرار نمیگیره. حالا توپ در اختیار باز هم دوتا هست. هفتاد و نه پتروشیمی و 67 سامن مشهد. نیما بخشی یه پرتاب سه امتیازی موفق از نیما بخشی، بازیکن شماره 16 به زیبایی درون سبد قرار میگیره. 3:56 ادگار ستا رو با خطا متوقف میکنن. حالا برای لحظاتی آرمان زنگنه هم معترض هست با بازیکن هم تیمی خودش آیه مهران شاهین‌تب، او رو دعوت به آرامش میکنه. پرتاب های سوسا هم گل میشه و حالا در امتیاز 81 رفته رفته فاصله امتیازات خودشون و پتروشیمی ها دارن بیشتر میکنن از سامن مشهد. تیم پتروشیمی بندر امام که در مکان دوم جدول هست یکی از تیم‌های مدعی قهرمانی هست. خطای بهنام یخچالی با شماره 10 اعلام میشه. مهدی شیرچنگ در خط پرتاب آزاد. پرتاب این بازیکن گل نمیشه. پرتاب های آزاد در دقایق و ثانیه های پایانی واقعا تاثیرگذار هستند. این رو بارها من تکرار کردم. پرتاب دوم این بازیکن یک امتیاز به امتیازات سامن اضافه میکنه. اختلاف امتیازات دو تیم به عدد 10 میرسه. پتروشیمی 81 و سامن 71. سعید داورپناه همین بازیکنی که ما لازم می‌فهمیم واگذار میکنه به بهنام یخچالی. آرمان زنگنه و توپی که در اختیار
پتروشیمی قرار میگیره. سوسا واگذار میکنه بهنام یخچالی. و باز هم اعلام خطای فنی در حرکتی که ظاهراً شیرچنگ به عمد انجام نداده بود، زیرا این بازیکن پرش کرده بود برای ریباند. اولین پرتاب این بازیکن درون سبد قرار میگیره و دومین پرتاب این بازیکن ثمری نداره. مالکیت توپ باز هم با پتروشیمی هست. ۸۲ پتروشیمی و ۷۱ سامن مشهد. باز هم یک نفوذ و به چه زیبایی این بازیکن در یک لی آف و برش و مکسی که روی گام سوم خودش انجام میده توپ رو درون سبد قرار میده و امتیازات پتروشیمی رو در این دقایق پایانی به عدد 84 میرسونه. یک نفوذ بسیار خوب هم از رافا در همین دقایق انجام شد. دو امتیاز این بازیکن کسب کرد و یک پرتاب آزاد هم برای این بازیکن تعلق خواهد گرفت. ملاحظه بفرمایید آیه مهران شاهین‌تب و نیمکت بازیکنان پتروشیمی رو در تایم استراحتی که دارن، این طرف هم در تصویر ملاحظه می‌فرمایید بازیکنان نیمکت سامن مشهد رو که به صحبت‌های کادر فنی و به خصوص آقای مهدی صاحبیان سرمربی این تیم گوش میدن و این هم پرتاب آهسته بازیکنان سامن مشهد بود. و باید خدمت شما بزرگواران عرض بکنم از هفته اول دور دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه کشور دیداری رو که توسط همکاران محترم هم در پخش و واحد سیار تقدیم شما عزیزان و بزرگواران میکنیم، دیدار بین پتروشیمی بندر امام و سامن مشهد هست که از سالن خانه بسکتبال مشهد مقدس تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دو دقیقه و 26 ثانیه به پایان کوارتر پایانی زمان هست و رافا با شماره 11 در خط پرتاب ملاحظه فرمودید. یک پرتاب این بازیکن هم که حالت گل فول داشت درون سبد قرار میگیره. بهنام یخچالی واگذار میکنه به آرمان زنگنه. سوسا حالا در یک سویش که توسط دفاع سامن انجام میشه توپ در اختیار بازیکنان سامن قرار میگیره. علی جمشیدی و توپی که ثمری رو نداره و دو پرتاب آزاد برای بهنام یخچالی در این لحظه اعلام میشه. مجدداً خبازان به زمین مسابقه میاد. اولین پرتاب بهنام یخچالی درون سبد قرار میگیره.
حالا اجازه داره دومین پرتاب خودش رو هم انجام بده. این کار توپ درون سبد قرار نمیگیره و مالکیت توپ با بازیکنان سامن مشهد خواهد بود. در این لحظه مهدی شیرچنگ هم برای سامن مشهد به زمین میاد. رافا خود این بازیکن یک نفوذ و توپی که در اختیار نیما و در این لحظه هم مهدی شیرچنگ قرار میگیره. خود این بازیکن و اعلام خطا توسط موسی نبی پور اعلام میشه. خود این بازیکن معترض هست و در همین لحظه هم از زمین مسابقه خارج میشه. یک فول فنی هم برای این بازیکن توسط سرداور این دیدار آقای جعفر محمدپور اعلام میشه. نیما بخشی رو در خط پرتاب آزاد ملاحظه می‌فرمایید. اولین پرتاب این بازیکن درون سبد قرار می‌گیره. یک امتیاز در واپسین دقایق پایانی کوارتر چهارم به این بازیکن تعلق می‌گیره. دومین پرتاب این بازیکن هم درون سبد قرار می‌گیره. یک پرتاب دیگه هم به خاطر خطای فنی که با صلاح دید کادر فنی رافا این پرتاب رو انجام میده و درون سبد قرار میگیره. 77 85 اختلاف 7 امتیاز و مشکلی که باز هم سامن مشهد در این دیدار هم با اون مواجه هست و اون هم مدیریت امتیازات کسب شده هست. نیما بخشی، خالقی فن، خود این بازیکن و اعلام خطا توسط سعید داورپنا با شماره 18. هر دو تیم دارای 4 خطای تیمی هستن و طبیعتاً 2 پرتاب برای نیما بخشی باید اعلام بشه و همین اتفاق هم میفته. بازیکن شماره 16 نیما بخشی، همین بازیکن که ملاحظه می‌فرمایید در خط پرتاب آزاد، اولین پرتاب این بازیکن به زیبایی درون سبد قرار میگیره. 78 85 یک دقیقه و 35 ثانیه، باز هم دقایقی که به نظر من ثانیه‌های پایانی پیروز این دیدار رو معرفی خواهد کرد. ادگار سوتا حالا از نیمه زمین یک دفاع نفر به نفر توسط بازیکنان سامن مشهد، میثم میرزایی، سعید داورپنا، و خبازان. نیما بخشی، خبازان، خود نیما بخشی، یه پرتاب راه دور و توپی که توسط میرزایی ریبان میشه و در اختیار سوتا قرار میگیره. 59 ثانیه، 58 ثانیه، حالا بازی رو نگه داشتن پتروشیمی، طبیعتا تیم پیروز هم باید این کار رو بکنه. شهید داورپنا، یه جام شارت و توپی که حالا در اختیار سامن قرار میگیره. یافا رافاتا زمینه پتروشیمی و با یک نمایش و مهارتی بسیار زیبا توپش رو درون سبد قرار میده. یک خطای تاکتیکی از سوی آنتونی رافا اعلام میشه. 31 ثانیه، 81 87
و فاصله امتیازی که یک امتیاز دیگه به اون اضافه میشه. اولین پرتاب سعید داورفنا در اون سبد قرار گرفت، دومین پرتاب این بازیکن ثمری رو نداره و این باز هم مجددا سعید داورفنا در خط پرتاب آزاد قرار میگیره. 29 ثانیه، 88 پتروشیمی، 81 سامن مشهد. در این لحظه کوکیناس هم در خط تعویض قرار میگیره و باید داخل زمین بشه. دومین پرتاب شهید داورپناه و کسب 90 امتیاز برای پتروشیمی و تایم استراحتی که حالا آقای شاهین تب درخواست میکنه و تا با بازیکنان خودش صحبت کنه در این ثانیه‌های پایانی و اختلاف امتیازی که هر لحظه میتونه تغییر پیدا بکنه، زیرا در بسکتبال مدرن و سرعتی این اختلاف امتیاز نمیتونه چتر امنیتی برای پیروزی یک تیم باشه. بازیکنان پتروشیمی هست و صحبت‌های آقای مهران شاهین‌تب و آخرین توصیه‌های این سرمربی ناماشنای بسکتبال کشورمون و یکی از مربیان تیم‌های ملی کشور. بازیکنان باید به زمین مسابقه برگردن. داوران دعوت میکنن تا دو تیم به داخل زمین بیان. مالکیت توپ و آغاز بازی با سامن مشهد توسط خبازان، بازیکن شماره 10 سریع باید توپ رو ارسال بکنه. نیما بخشی برای خود این بازیکن، کوکینات خالی هست، یه پرتاب از منطقه کورنر و توپی که در اختیار بازیکنان پتروشیمی قرار میگیره و اعلام خطای تاکتیکی روی بازیکن شماره 4 ادگار سوسا. در حالی که 15 ثانیه به پایان این دیدار زمان هست، مجددا سوسا در خط پرتاب آزاد قرار میگیره. پرتاب این بازیکن درون سبد قرار میگیره و حالا اجازه داره دومین پرتاب خودش هم انجام بده. این پرتاب این بازیکن ثمری رو نداره و خبازان هست که تا زمین پتروشیمی پیش میاد و در ثانیه پایانی دو امتیاز به امتیازات خودشون اضافه میکنن. حالا میشن 83 و داورپناه و کسب 3 امتیاز در ثانیه پایانی. 94 پتروشیمی و 83 تیم سامان مشهد. به اتفاق همکاران محترم هم از حضور یکایی که شما عزیزان